میگم ناصر خان، این حتی بچه‌هاش هم یادش نمیاد. آخه بابا هیچ یادش نمیاد. ایجاد و بیجاد. دکترها گفتن یه شوکی بهش وارد شده. کم کم ایشالله همه چی یادش میاد. منظورشون اینه که نصرت خان تا جایی یادشه که با هانیه خانم زندگی میکرده، از اون به بعدشو فراموش کرده. حالا میخواستیم از شما خواهش بکنیم اگه ممکنه اجازه بدین این خانم نیم ساعت بیاد همینجا. لازم نکرد. بابای آخر عمری که اومد بمیره چیکار کرد؟ برداشت خونه که داشت به اسم برده کوچیک کرد. روی این حساب نصرت چی؟ سرشمون بی کلا. وقتی که داداشم از خونه بندازتش بیرون چیه؟ خونه نداره. بعد مجبوره دست زن و بچه‌ش بگیره، باشه بیاد با شما زندگی کنه. چی شد؟ پول گرفتی ازش؟ نه، میگه باید یکم واسیم تا عقلش بیاد سری جا. یکم یعنی چقدر؟ دیشبم که همین حرفو زدی. امروز حل میشه یا نه؟ تقصیر منه بگه. نه، تقصیر تو نیست. تقصیر منه. تقصیر منه، خودم هم درستش میکنم. این خونه الان مال کیه؟ به لحاظ قانون و فرع و عرف و همه چی این خونه الان متعلق به بنده است. بفرما آقای نوبخت، تحویل بگیر. احمد آقا درست میگه. میگه تا نصرت حالش خوب نشده، به هوش نیومده، ما کاری نمیتونیم. همین الان حی و حاضر تو خونه خودم ایستادم، شما ادعای مالکیت میکنی. معلومه که ادعای مالکیت میکنم. 45 میلیون تومن پول دادم بابت این خونه. خانم پول شما سوخت شده، رفته هوا. سوخت. چی؟ سوخت؟ شما چی گفتین آقای شمس؟ گفتم که پول شما افتاده تو آتش، نیست و نابود. درو قفل کردم، بعد الان کلیدمو گم کردم، الان گیر کردم. باشه بس من برم از بالا پیشگوشتی بردارم بیارم، الان میام. سپاسگزارم، سپاسگزارم. آیشم سمانه نامزدم هستم. سلام. خوشحال. مبارک. این آقا داوود از همسایه پایینیمون، این بنده خدا انگار گیر کرده تو خونه، درم روش قفل شده. اگه یه زحمت بکشی یه پیشگوشتی چیزی ببری درو براش باز کنی ممنون میشم. آقا داوود گفت که میره مسافرت. حالا نمیدونم، شاید هوا خراب بود برگشته دیگه. من رفتم داوود رو نگاه کنم. تا همین الانش هم حرفش تو چی شده؟ چی شده؟ مگه برای تو مهمه که چی شده؟ تو هم لنگه‌ای بابات، بی خیال راحت. من با کلی خواهشتم الان سامانه رو راضی کردم آوردم اینجا شب عیدی پیشم دیگه باشه من نفس. چی؟ تو دختره رو برداشتی آوردی اینجا؟ الان تو این وضعیت فکر آبروی منو نکردی کیارش؟ چقدر بهت بگم؟ ببخشید سامانه جان، میبینی وضعیت تو که خودم باید برم تکلیف زندگی رو معلوم کنم. به سامانه خانوم، عروس گلم. ببخشید سامانه، شرمنده. امروز دیگه همشون میرن. ببخشید. آقای شمس میشه لطف کنی آدرس خونه آقا نصرت رو به من بدین؟ برای چی؟ میخوام برم دم در خونهشون. آدرس بهش ندیدم، بهش بگو فایده نداره، من که زبونم مو داره بود. نوبخ شما دخالت نکن لطفا، شما دوبار رفتیم منم یه بار میخوام برم، چی میشه مگه؟ خانم محترم بری چی بگی که ما نگفتیم؟ الان نزدیک سال تحویله، پولی در کار نیست که شما میخوایی بریم به زن و بچهش بگی. باشه، بالاخره زنش بفهمه بهتره. خانم عزیز، زنش بفهمه همه چی بدتر میشه. نه خیر، بدتر از این حال و اوضاعی که تو برای من درست کردی که نمیشه که. میشه. نه نمیشه. عوض میخوام، پس چی شد؟ ثبت داشته باش تو هم، بازش میکنم. آرش از میخوا بدی من باز کنم دیگه، وقتم آزاد شد دیگه. نه خیلی متشکرم، داره باز میشه تموم. من این حرفا حالی نیست که زنش اگه بفهمه فلان میشه و داداشش اگه بفهمه بعد. آقا جان ما پولمونو میخوایم. 45 میلیون تومن پول بی زبون شوخی که نیست. به دنگار مردم هم نیستیم که. خب اینم تموم شد. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. ایشون عرض میخوام شما؟ بنده دوستان در واقع صاحبخونه آقا داوود هستم، از دوستانشون هستم. کدوم دوستش؟ سلامت کو. سلام علیکم، تیمور هستم. هرچی به راجعه من حرف نزده، بی تربیت. من تیمورم دیگه، چطور نمیشه؟ ولی به ما نگفت که رفیقم میاد اینجا. چرا آقای شم سلامش داشته باشی؟ وقتی داشتیم کمودو میوردیم پایین گفت یکی از دوستان میاد مواظب خونه باشه. فکر کنم خدا ایشون هستن. خوش اومدی. خب گفته دیگه دستش نه. خب اگه شما دوستشین پس چرا کلیدو به شما نداده؟ همینجوری ول کرده. کلیدو دیشب انداد. کلیدو در واقع من دیشب چون تنها بودم، در واقع مضطرب بودم، در رو کلید کردم، یعنی قفل کردم و گرفتم خوابیدم. صبح بلند شدم دیدم احتیاج مبرمی به مسترا دارم. این شد که دوان رفتم سمت مسترا و بله مسترا و اونجا چون هراسان بودم کلید افتاد در دنبال کلید نرفتی در نیوردم دیگه، مشخصه دیگه. الانم میام کلید ساز میارم، در رو درست میکنم. بیاین اینا رو بگیرین، درستش کنین، پیچ گوشی رو هم به من برسون. ای بابا، آقای شمس
آدرسو میدین یا من خودم برم پیدا کنم؟ هرچی آقاتون بگن. بی خیال خانم. ماما نزدیک سال تحویل کجا داری میری؟ یه دقیقه دندون رو جگر بذار، اگه نشد فردا خودم میبرمت. سامانه بالاست، آبرون میره. به فکر پسرت باش، بریم یه سفره هفت سینی بچین دور هم بگیم بخندیم. اخماتو واکن چهره خانم. تو این هیری ویری سفره هفت سینو کجای دلم بذارم؟ اونم تو خونه که اصلا نمیشه راه رفت، خرت و پرت دست رو کله آدم میره بالا همینجا. قربونت برم، بهونه نیار دیگه. ببخشید اگر مشکل مکان است، منزل ما هست، میتونید بیاین آپارتمان من. آقا دمت گرم. مشکل خونه عمل شد دیگه. یعنی چی؟ سر سال تحویلی مگه دیوونه ای بریم خونه این مردم؟ حالا این بنده خدا یه تعارفی هم کرد. البته تعارف که عرض نکردم، بالاخره معزاله که خونه درویشی هست و داوودم که سپرده به من. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ میتونید که تشریف بیارید اینجا؟ من بی تعارف عرض کردم. چی بگم والا، هرچی آقامون بگم. تو این وضعیت کجا میخوابین؟ دیشب که هر خانواده توی اتاق خوابیدن. بعد شما تا کی اینجایین؟ معلوم نیست، هر وقت که تکلیف خونه روشن بشه. فعلا که هستیم. چند سالته؟ 23. ازدواج کردی؟ نه هنوز. ببین، این که نشد زندگی، به نظر من زودتر جمع و جور کنید برید سر خونه زندگیتون. چطور؟ پاشین جمع جور کنیم، باید بریم پایین. بودو پایین کجاست؟ پایین وایت پایینی. بنده خدا دید ما اینجا جامون درست حسابی نیست، یه سال تحویل اونجا جمع میشیم. یعنی سال تحویل میخواین بریم خونه مردم؟ آره بابا، اینجا که نمیشه راحت بود، چلوغ پلوغه. بچه خوبیه، خودمونیه. بابام قبول کرد بریم واحد آقا داوود. آره بابا خیالت راحت، شما بفهمین آماده شین. من نمیام، میرم خونمون. خیلی خوبه، دیگه من نکن سمونه. برای چی منو تو این وضعیت آوردی اینجا؟ باور کن من فکرم همه چی ردیفه، نمیدونستم اوضاع اینجوریه. اصلا انگار من اینجا اضافیم. کیارش راحت نیستم. کسی مگه چیزی بهت گفته؟ لازم نیست کسی چیزی بگه، از نگاهاشون معلومه. بابا اینا سر اصلا کشه، اصلا مصابشون خورده، به خاطر تو هم میخوام پایین دور هنگی بگیرن. سمونه سمونه یه دخوا بایسته دیگه، ارس بدی آدم. ببین کیارش، حالا من هیچی، ولی بابام اینجوری نیست وایسه همینجوری نگاه کنه ها. واسه دو شب دیگه یه فکری بکن، اون از اولش هم با تو کلن مشکل داشت. اوه حالا تو دو شب دیگه همه چی حل شده، رفته بی خیال دیگه. الان بخند جون کیارش، بخند. ببین یه حیوان دوست داشتنی که تو رو خیلی دوست داره، نگاه کن. جنگله؟ حسن سلام. چرا نگفتی پشت بابا؟ این همه اشاره کردم بهت. سمانه جون ببخشید تو رو خدا. نه شما ببخشید، من نباید تو این وضعیت مزاحمتون میشدم. نه بابا این چه حرفیه، تقصیر تو نیست که، اینا بی فکرن. قره تو به اینا بزن. آره قره تو به من بزن. قره تو بریز رو جون خودم. ای بابا من میرم حاضرشم، شما ها بریم پایین. بریم دیگه، دیره من رو برم حاضر. شما برو زوده بماری پایین. بریم وصله هفتینم بیاریم دیگه. احناس میگه کیارش. آینه خانم یه نگاه به بنداز. چیه پوشیدی؟ نه یه درست نگاه کن. خب تو دوست نکن، برو بنفشه رو بپوش، دیره دیگه. بنفشه؟ آرش پوشو لباساتو عوض کن، دو دقیقه دیگه سال تحویله. من دارم بازی میکنم. یعنی چی دارم بازی میکنم؟ کیارش جونم مامان چیه؟ بودو دیگه لباساتو عوض کن. بابا این با اون چه فرقی داره؟ خیلی فرق می‌کنه سر سالینو که آدم نباید لباس قدیمی تنش. خیلی خوب شما بودید. آرش تام پاشی دیگه، پاشی دیگه بازی رو بکن، پاشو. نکن تو هم وقت گیر آوردی جای حساسشا. پاشو تام شد خودم میام. بابا بازم بنفش که رنگ دلخواه خودمه. بنفش غلط می‌زنی ها. خودت انتخاب کردی یا مامان؟ نه خیر خودم انتخاب کردم. کاملا مشخصه مال منم، مامان انتخاب کرد. بودوین بابا بودوین. بودو بودو. ماشالله ماشالله. آقا تیمون بفرما بفرما. سمانه خانوم
آقا تیمون بفرمی، تمنا میکنم، تمنا میکنم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ آقا تیمون از مردای بسیار نیک روزگار. نظر این حرف یه دونه باشه. قربونت برم. خیلی جواب. دمت گرم. من تو رو دوست دارم. دمت. من تو رو دوست دارم. اجازه هست؟ خانم تمنا میکنم، خیلی خوش آمدید. ببخشید مزاحم شدم. خیلی ممنون. بفرمایید. میگم آقا تیمون ناراحت نشه، این آقا بود بنده خدا اومدیم اینجا خونه‌اش دیگه به هم می‌ریزیم دیگه. انقدر خوشحال شد گفت تو رو خدا نگهشون دار تا من برگردم. گفتم حالا تا اون موقع که تو برگردی که نمیمونن، ولی من اصرارم میکنم که تو اومدی دوباره بیام. سلامت باشی. حالا پیش همیم دور همیم خوش می‌گذره. قربونت برم، تو لطف داری. ممنونتم. فقط چیزی که هست من می‌خوام برم اتاق یه ذره استراحت کنم، یه ذره ریفرش کنم، در واقع از این کرختی در بیام. تمنا می‌کنم اینجا رو خونه خودتون بدین و راحت باشی. باید باشی کنارمون. جون خودت اگه قربونت برم. جان مادرت راحت باشه. حالا هر چیزی هم که خواستین جابجا بکنین جابجا کنین. یعنی اون چیزی که تو ذهن شماست، فکر می‌کنین اون خونه‌ای که رویای شماست، هم اونو از اینجا بسازید. حتما. چقدر ماهه این آدم قیافه بانمکی داره، خیلی پسر ماهه. ببین تو ماهی نگی دیگه این حرفو، من تو رو دوست دارم. قربونت برم. تو لطف داری، قربونت برم، تو عزیزی. خیلی هم لطف داری به ما. خانم خوشحال شدم. فقط چیزی که هست خوش بگذرون، راحت باشی. حتما حتما فدات شم. قربونت برم. قربونت. چقدر خوشش تیزه ماشالله. آره یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حبل حالنا الى احسن الحال. سال 1392 هجری خورشیدی با نام یزدان. براخره اومد آقای شمس. آقا عیدتون مبارک. آقای نوبت. بابا عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. به سرت یه سال دیگه بزرگ شد. آقا مبارک. ایشالا عیدتون مبارک. مبارک. انشاءالله سال خوبی باشه برای تو. انشاءالله که عید خوبی باشه برای هم دیگه. قسمت جذاب کنی یا برای عید دیدنی دیگه لباس تمیز نداری؟ آرش ای بابا ببخشید. افتخار خودتون. ابراهیم خودم ساملی علیکم. ابراهیم خودم سرتو گلاک. ابراهیم خودم بز خندی. آی چهره خانم چرا نمیخندی؟ سانده من نمیفهم چرا من این همه سرگیست
چقدر جالب و با مسما. گوش بده. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. بله، یوسف گمگشته باز آید، میخواد بگه این 45 میلیون تومن پول تو به زودی به دستت بر میگرده. آره آی شهرزاد، ببین اینجوری گفته. من فکر میکنم این 45 میلیون تومن 30 تومنش مال خودت آقای شمس، اون 15 تومنش بر میگرده ایشالله. حالا بعدی رو گوش کن. کلبه احزان میخواد بگه این کلبه ما، این طبقه ما انشالله به زودی وضعیتش درست میشه، هر کدوم از ما میریم سی خودمون. این تعبیرت درست. ببخشید اگه اجازه بدین اینو بدون تفسیر بخونم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این دل منو میگه سامان. دی بابا کیارش؟ بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. ای بابا نوبخت. ببخشید این اولین تلفن سال 92. بله. به به به، سلام علیکم، قربون تو، سال نو تو هم مبارک. خوبی شما خانم بچه ها؟ خوبن ایشالله، سال بسیار خوب و پول و سلامتی و بهار و اینا داشته باشی. چی؟ کوفزه. آره این خونه جدیده بهتر از قبلی است. آره خب شکر خدا پاگیرم شدیم و به خوبی. یه لحظه گوشی ببینم این پشت خط یکیه. بلش کن. آره داشتم بهت میگفتم آدرسی که بهت دادم. این حرفا چیه؟ قدمتون رو چش. به این بچه ها تو ببوس، منتظرتم ها. چیه ماهوشار پرپر میذاری؟ چی میخوای بگی؟ تو این اوضاع احوال مهمون دعوت کردی شما؟ مثل که داداشت بودا. اگه طالبش نمی کردم که زن شما اون متلکاش ترورمون میکرد. بذار بینم این پشخطیش کیه؟ ای زنگه 44-756 نداشتیم همچنی. شماره بالاست. و خب حتما آرشه. زنگ میزم بهش ببین چی میخواد. نه خودش زنگ زن. بله الو چی بابا؟ برن صحبت کن ببینم چی میگی؟ خیالات برات داشته چی شده میترسی؟ آره همه اون پایینی. چی میگه؟ میگه میترسم. خیلی خوب الان کیارش میبرسم بالا. کیارش برو بالا، آرش بعد بیار پایین، ترسیده. ای بابا این باید لنگ تراهمات این پسره باشیم. ای بابا دره باز نمیشه دوباره. چرا بسینش اصلا؟ این در خرابه. به من چه؟ فکر کنم آرش داشت میرفت بیرون، بس نمیدونست که بچه بیا دوباره گیرمون انداخت. ای بابا این در از تو باز نمیشه آخه. بیا خودتو نگاه کنی، اینش هم گیر کرده. فکر کنم همون برای گیر کرده بود این پسر تیمور توش. بذارم اینم بیشوشتیاره داره، از این بر باز کنیم. آقا تیمور، تیمور خان، همومی؟ هموم دومادی اینقدر طول کشیده؟ میگم خواب لابود. نه با خواب چیه؟ صدا هموم داره میاد. اما این تو بگیر، من نبرد بکشم. تو بیا این ور آقا، تو بیا این ور. خب بهش میگفتین خودش بیاد پایین آقای نوبخت. میترسه، میگه یکی وسط حال واسداده خانوم. بابا دوباره توهم زده، یه چیزی میگه برای خودش دیگه. نکنه واقعا یکی تو خونه است؟ خدا مرگم، بچه هم سکته نکنه از ترس. وای نوبخ آرش جان، مادر با هم درارو باز کنیم. آقا برید کنم، برید کنم، کیارش درارو چرا بزنیم؟ کی این درارو بزنیم؟ بزنیم چرا لگم بزنیم؟ بابا این اینوری نیستش که Ah!
انوریه. چی قربونت برم؟ چی؟ بابا یکی تو خونه بود. خیالات برات داشته بود. چی دید تو خونه نیست؟ بیا با برم تو ببینم کجا دید. بس. چی شده بابا؟ چی؟ چی؟ معصومه جان عجله کن لطفا. بیا اینا بده نارش. ممنون. بیا مامان جان بخور قشنگ. آها پس دیگه از وسایل ما چیزی کم نشده. شما چطور؟ فدای سرم احمد آقا، فدای سر بچه‌م. آرش جون بابایی نفهمیدی یارو چه شکلی بود؟ اونجا رو نگاه کن، چاق بود، لاغر بود، مو داشت نداشت، چه شکلی بود؟ من فقط یه سر دیدم، مو داشت اونجا. آرش اگه سر کارمون گذاشته باشی من میدونم و تو مثل سری قبل که میگفتی یکی تو کموده نباشه خلاصه؟ نه خیر، خودم دیدم. واه، بس چی دروغ بگی بچم؟ بس که نشسته پای پلی استیشن چشاش سیاهی میره قاطی میکنه واسه ما داستان تعریف کنه. مامان کیارش بابایی، منظورم آقا دزده بودا. خب حتما رفته سر اسباب اساسیه دیگه. بابا این در که قفل بود، کیت در بسته میتونه بیاد تو؟ آخرین نفر کی اومد پایین؟ بنده بودم، درم بستم. برای دزد که کار نداره درو باز کنه. ما تو این خونه تا همین قبل از عیدی دزد نداشتیم. ببخشید منظور؟ این پسر پیداش نشد، تیمور؟ من هرچی صداش کردم جواب نداد. وا، یعنی چی کجاست پس؟ نکنه کار همین پسره بوده، در خونش هم که قفل بود. نه بابا اون بنده خدا چه ربطی داره؟ آخه آدم دم سال تحویل یهو به بهونه خواب و همون غیبش میزنه؟ نمیدونم،
ببینم تو این همه صداش کردی کجا بود؟ وا نوبخ کجاست پس؟ ها؟ ها؟ آقا تیمور تیمور خان من کیارشم کجایی؟ تیمور جون تیمور آقا تیمور 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 بخار گرفتت؟ آره چی کار میکنی؟ پس نفس بستنی رو کنی دارم نفس میگید دارم باید نفس میزنم آره دیگه مطمئنی خوبی؟ آره بابا خدا رو شد خدا رو شد خیلی نگران چون مطمئنی لازم نداری کابل نمیاد بالا نه دیگه عجیبه نیست لازم نیست دارم نفس میکشم دیگه الحمدلله ای بابا چندم خوندی؟ من خیلی خوندم عجیبه خوش بریم بیرون یه بادی بخور نه دیگه الان خوبم دیگه کامل میاد بالا الان؟ آره دارم اگه لازمه بگو بلدم با چجوری دارم حرف میزنم؟ خب خدا رو شکر الحمدلله نمیفهمم عزیزم خوبی الان؟ اخمه ایجان تیتومه قربان اخمه ایجان امد اقا تیتومه قربان یا الله بفرمایی اجازه هست؟ یا الله احمد آقا من کلی زحمت کشتم سبزی پلو با ماهی پختم شما داری میوه میخوری؟ پاشو بیا اون با پاشو پاشید بینم نوشه جانتون شما بفرمایید عزیز من اول عید و سبزی پلو با ماهی با دست شسته یه لقمه دور هم میزنیم پاشو بینم مظلوم خانم شما پاشو بیا اونجا عرض کردم نوش جانتون میگه عرض کردم شما مثل اینکه سبزی پلو با ماهی دوست نداری ولی معصوم خانم دوست داری معصوم خانم شما پاشو چرا دوست دارم هفته دو وعده ماهی میخوریم ولی ما عادت داریم شبا میوه بخوریم سالاد بخوریم سبزیجات اینا خب خوش به حالتون قرار از دور هم بودنه هم میواره برد و بیان اونجا اصلا سبزی پلو با ماهی هم نخور فقط دور هم باشیم باشو معصومه خانم باشو لاغر بذار معصومه خانم خودش بیاد خیلی ممنون ولی هرچی بابا جونم بگه بنده عرض کردم شما بفرمایید میل کنین ما همینجا راحتیم بابا ماشاءالله باشه احمد آقا تو خیلی یدنده ای عزیزم تو با خانم من مشکل داری با من که مشکل نداری لاغر معصومه خانم بفرست اونجا اون مشکلات که سر جا خودش باشه ولی معصومه جان هم همینجا میمونه باشه بس حرفمون زمین زدیم بابا فردا خودم میرم خرید برای ناهارم خورشت فسنجون که دوست دارین درست میکنم دست درد نکنه دخترم ولی تو کدوم آشپزخونه؟ دیگه شما نگران اون نباشین اونش با من اصلا میشم دختر افسونگر تو یه ثانیه همه چی رو درست میکنم ولی بد نشد دعوتشون رو قبول نکردین بابا جون هرچی دیگه حساب کتابی داره ما که این خانواده رو نمیشناسیم رفتارشونم تو این یکی دو روزه اصلا موجه نبوده بابا این حرف رو نزنین خانواده بدی نیستن تقصیر این بنده های خدا نیست خونه مشکل پیدا کرده دخترم شما آدم ساده ای هستی من 4 تا پیراهن بیشتر از تو پاره کردم به این جور خانواده ها رو بدی پس فردا سوار آدم هم دیگه راه نداره دستم رو رد کنی ناراحت میشم احمد آقا دخترم اون میبره بذار کنار ببین نگاه کن به 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 چه طعمی دست پخت خودم بذار اول خودم نمکگیری بشم بالاخره نفهمیدیم تو چه کاری آشپزی عکاسی چی نه آکار فرانسه بزن بالاخره به فرانسه قلب شد تو بخور دخترم نه شما نخورید من نمیخورم
مردیم از بس فست فود خوردیم تو این چند روزه. خیلی خوب حالا دادیم. بده من خانم عزیز بفرما. بفرما. نه برای خودت دارم. نه 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 برای من زیاده. نه 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 بخ اول خود. نه اول تو. نه نه. بده خودم میریزم. تعارف نکن دیگه. نه من خودم میریزم. بذار بذار برنجی شما. بخور کشت تنت بشه. آی نو وقت دست درد نکنه. سرد نشده باشه. آخ مامان کاش برای این بنده خدا تیمون هم یه بشقاب میکشیدی بعد وقت تناس راست میگی اصلا یادم نبود بیا بابا زیاد پخته بود بذار تو همین دیس بکشم اشکال نداره که نه اشکال نداره بیا 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 اینو مایشم بذارم سر جوون هم هست حد آره هر چقدر بس بود بگیم بسته ها نه بسشه دیگه بسه بیا بیا اینو بیا آره تو دقیقه ببر پایین بده آقا تیمور بیا خودت برو راست میگه دیگه خودت برو بچم جون نداره دیگه ماما لوسش کردی پاشو ببر دو دقیقه بش بده بیا ماما آرش راست میگه یه دقیقه است برو مامان جا برو قربونت برم بچه اینقدر بابان پخته ها کیارش بیا بیا مادر بشگو بابان پخته خیلی خوب تو هم حالا پوز میده همش زور میده آی 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 کیارش؟ لاله بزنه نه بخوری نوشه جون لوسش گردی دیگه نه الان اینا رو نگاه کن ای بابا چاخه چرا سر زده؟ تو چرا بهشون آدرس دادی؟ آدرس که برادر توه من چه میدونستم بلند میشم میام برادر منه برادر تو که نیست تو چی کار داشتی؟ هی سر تحویل سال بهت گفتم نوبخ به اینا آدرس نده اصرار نکن تعارف نکن میشناسی زنشو که اون تا امشب تا توی این خونه رو در نیاره خوابش نمیبره که سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه سلامت باشین خیلی ممنون آقا نوبخینا اینجا میشینن بله بله طبق بالا هستن بلاک 6 درست بله بله درست همینجا چه آدمای بی فکری پیدا میشن آخر روز سال تحویل به کنار سر شام بلند میشن میرن خونه مردم اینا کیه بابا انگار برادر چهره خانومه حالا هر کی میخوام باشم وا مامان از این زن دایی همایون اصلا خوشم نمیاد خب برای چیکار کنم؟ بازش کنم؟ نه بابا چی چیو باز کنم؟ و یه کاری باید لیلا اگر امشب اینجا رو ببینه نوبخ آبرو برای من تو فک و فامیل نمیذاره یه فکری بکنی تو رو خدا آقا من میام چراغ مرغا رو خاموش کنیم اینا ببینن تاریکه بیخیال میشن میرن دیگه فکر کنن نیست خوبیه آره آره من میرم اتاق رو خاموش کنم مرزوه خانم اتاق رو خاموش کنم بابا موازه باش نخورید زمین این کاره یعنی چی؟ بفرمایید حالا داخل نگاه کنیم بفرمایید در بسته هست ببینید اینجا اینو که میکشیم اینجا چه جالبه نگاه کنیم خیلی بفرمایید بفرمایید تمنام کنم دیدیم گفتم هستم ای بابا اینا که اومدن تو وای آبرومون رفت حتما الان این پسر تیمور بهشون میگه که ما تو خونه ایم آره بابا اون از کجا میدونه آخه ما هستیم اگه دو دقیقه هیچی نگیم ببینن در باز نمی کنیم میگن حتی کارشون دیگه فکر کنن نیستیم شما چرا اینقدر مخفی بازی در میارید حقیقتو بهشون بگیم اونا خودشون در این وضعیت میذارن میرن نمیان تو فرار میکنن ببخشید آقای شمس شما که اینا رو نمیشناسین ما میشناسیم اجازه بدین خودمون مشکل رو حل میکنیم من هنوز همین بود بود همایونه همایون جواب نده جواب نه 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 جواب بده جواب بده بگو ما خونه نیستیم آره بگم نیستی بگو نیستی چه میگم آ بگو خدایا این چاغان گفتن های منو ببخش اینو با دارم میکنم خدا نه آبرومو میری من حوصله ندارم الو سلام همایون خان چطوری گل گلا چه عجب حالت خوبه؟ ببین همایون جات خالی ما الان تو دربندیم با برای بچه ها بعد یه همسایه دست گل پیدا کردیم همه فن حریف اهل شهروندی اون زیتون پرونده رو بده اون زیتون پرونده همه همسایه ما احمد آقا میخواد باید یه کلام صحبت کنه بیا نه 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 احمد آقا کبابا رو بپا کبابا میسوزه نه ببین جات خالی یه کباب شیشلیکی میخواد بزنیم تو رگ تو عمر تاره نخوردی آره چی؟ کجا؟ دم خونه ما؟ اونجا چی کار میکنی مرد حسابی؟ خب قبلش یه زنگ میزن یه هماهنگی میکردیم حالا ما چی کار کنیم؟ ما دیدیم حوصله با سر اومد زدیم بیرون دیگه با این همسایه‌مون الان تو دربندیم نمیدونی دربند چه باسوا شده اصلا من پیشنهاد میکنم تو هم بیای اونجا خیلی بهت خوش میگذره مخصوصا با این احمد آقا که همسایه عزیز ماست آه نه پس ما میریم خوش بشین نیستم همون خان نیستم باشه خواهش میکنم خداحافظ
چی شد؟ نیستم. دربندم. من تمنا میکنم تشریف بیارین آپارتمان من. قربون شما. مرسی. مجاله خونه درویشی است و بنده بیتاروف هستم. تشکر از دوت. آخ. آخ آخ. نفهمید. آخ آخ چی سوتی دادیم رفت. چی دادیم؟ آخ آخ آرش آرش آرش. آرش چی شده؟ نه اینا دیگه مگه صاحب کو بینه؟ پایینه پایینه. ای وای. پایینه دیگه نمیاد. حقتونه. تقصیر توئه. گن زدی. برنج خانم تو دادی دستش. تقصیر توئه. تو به من گفتی. خب خدا داره جواب تو میده ها. تو کاری نکردم. کاری نکردی. چقدر ایدی گرفتی؟ آرش لو داده خونه این فهمیدن همش اوف. خب البته بچه‌م که نمیدونسته که. ای بابا آقا جان. خب در رو وا کنیم بیان تو. تا کی میخواییم به این شاموتی بازیتون ادامه بدیم؟ نه چی چی رو باز کنیم؟ من بهشون گفتم الان نشستیم در بند داریم کباب میخوریم. بخور بخور نوش جونت بخور. راست میگن بخور بخور نوش جونت. همه ی آتیش از گور تو بلند میشه. خیر خانم خودت گفتی جواب تلفنیشه بده. من گفتم؟ بله تو گفتی. تو بخش چرا دروغ میگیم؟ شما دیدین که من بگم خیلی خوب حالا چه وقت دعوایی فکر درست حسابی بکنی. امیر امیر بیاین بابا. امیر جان بابا ببخش امیر جان بابا بابا صدات میکنه. امیر جان سلام. آرش اینجا. آره آره آرش دوشی تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم این غذا رو بدم آقا تیمور. در بنده دست شما درد نکنه. بابام گفت بگم دست پخت خودشه. بابا چینا کجا؟ تو خونه. ببخش من برم غذا بخورم. پس چرا درو وا نمیکنه؟ نمیدونم والا. بری ببین چی خبره. چی بگی؟ چی میخوای بگی؟ تو چی میخوام بگی؟ بابا سایه هیکلت میفته رو شیشه تابلو میشه خونه ای. سایه شدیم رفت. چهره؟ خونه ای؟ امه چهره در رو وا کن. امه چهره. مامان بابا در رو باز کنین دیگه. این نمایشه بزرگ نمیدونم بالاخره ادامه داره نداره. خاموش شد، خاموش شد، موفق شدیم. عجیبه، جواب نمیدن اینا. امه چهره! بابا! بابا، در رو باز کنی دیگه. آخه همایون، چه اصراریه؟ شاید نمیخوان در رو باز کنن. چه حرفیه؟ چرا در رو باز نکنن؟ شاید اتفاق چیزی واسه شون افتاده باشه. تو هنوز بعد از این همه سال خواهر خودتو نشناختی. مامان بیا میرین بچه ها دیگه بیشتر از این نمیخواد. ماما میخواد آرش بازی بدهی. زندگی نری. واقعا که خجالت آوره. آرش دایی جون به بابات بگو خودتی. باشه دایی جون. باشه دایی جون. باشه هم دیگر رو میبینیم. آقای نوبر بخور نوش جونت.